به نام خدا. به ادامه چپتر سوم مضمون آبرسانی شهری قسمت چهارم از رو مطالعه میکنیم. در قسمت قبلی ما روی بحث ما روی منابع آبهای زیرزمینی بود و چه فاکتورهایی میتونن روی منابع آبهای زیرزمینی تأثیر گذار باشن، فواید و نواقص استفاده از آبهای زیرزمینی خونده و همچنان منابع آبهای زیرزمینی کدام منابع هستن، مثل چشمه ها، مثل خود انفلتریشن گالری ها و چهار مطالعه کردیم. به ادامه خود فاکتورهایی که میتونه بر روی خود چاها تأثیر گذار باشه، یکی اکویفر تست هست که نام تست لایه آبده آبهای زیرزمینی یاد میکنن، که معمولا یعنی خود اکویفر تست معمولا مطالعه میکنه خود تغییری که در سطح آب نظر به زمان به وجود میه با توجه به مقدار کشیدن آبهای زیرزمینی. یعنی وقتی شما آبهای زیرزمینی میکشین استفاده میکنین، تغییری که در سطح آبها به وجود میه تغییری که در سطح آبها وجود میه نظر به زمان این به نام اکویفر تست یاد میکنن. ما در هایدروژی به نام کناف دپریشن هم یک اصطلاح خونده بودیم که چون از نگاه ما فاصله نگاه کنیم، فاصله که بسیار شعاع تأثیر خود از این درادان گفته میشه، افتاب گفته میشه، نظر به این قطرشا بسیار کم است، پس ما میتونیم همین قسمت قطرشا تقریبا به شکل رأس خود یک مخروط نام بگذاریم و این قسمت رأس مخروط باشه، این قسمت میتونه بیس یا قسمت قاعده مخروط باشه. چون همین افت آب به شکل مخروطی شکل افت میکنه به نام کناب دپرشن یا مخروط معکوس افت آب چایات میکنه. درادان یا مخروط معکوس افت آب یا کناف دپرشن عبارت از تفاوت بین سطح آب در وضعیت اوریجینال یا اولی و تغییر در سطح آب دائمه که نظر به کشیدن آب نظر به پریود زمان وجود میه، این به نام کناف دپرشن یا به نام افت آب چایات میکنه. اگر سطح آب چا در اول به ای لیول اوریجینال لیول باشه، لیول اصلی به ای باشه، نظر به زمان سطح آب افت میکنه. وقتی آب شما پمپ استفاده میکنه آب از چا میکشین، پس میتونه سطح آب نظر به زمان کاهش پیدا کنه، بالاخره در یک لیول سطح آب استاد میشه، یعنی ثابت نگه داشته میشه. هرچی که شما آب از این چا بکشیم این لیول ثابت باقی میمونه. همین تفاوت بین اوریجینال و لیولی که در آخر ثابت مونده، همین افت آب به نام درادان یاد میکنیم و همین سطح آب که از میتونه تا یک فاصله بسیار زیاد شعاع تأثیر نامیده بشه و از بالا به شکل دایروی سرکل تأثیر تشکیل بده نظر به عمق، این میتونه به نام کناف دپرشن یا مخروط معکوس افت آب چاپ در زمان کشیدن آب ایجاد بشه که به نام کناف دپرشن. و همین کناف دپرشن که چقدر افت میکنن نظر به زمان این به نام اکویفر تست یاد میکنن که تغییر سطح آب نظر به زمان میتونه که محاسبه بشه. ما در مطالعات هایدرولیک آب چا یک اصطلاح به نام استیدی استیت کاندیشن داریم، یعنی وضعیت ثابت در سطح آب داریم، زیاد تغییر در سطح آب وجود نمیه با توجه به مقدار آبی هم که کشیده میشه. یعنی کناف دپرشن remains in equilibrium، همین مخروط معکوس افت آب بالاخره در حالت تعادل قرار میگیره، یعنی سطح آب چا از حالت اوریجینال کشیده شد به این شکل، سطح آب چا کشیده شد آمد به همین لیول ثابت شد، وقت ثابت شد حالت استیدیر به خود میگیره، حالت ثابت به خود میگیره، پس میتونه که افت آب چا به یک لیول حالت اکوالیبریم یا تعادل به خود بگیره، دیگه از بیشتر کم نشه. سطح آب چا با سطح
آب که در داخل چا افت کرده یک میل بسیار کم تشکیل میده، یعنی به شکل این سطح آب چا هست، این لیول درادان هست، همین میل که تشکیل میشه از بین از حالت اوریجینال تا به حالتی که داخل چا جریان پیدا میکنه، همین میل بسیار کم است در حالت ثابت یا استیدی، همین میل بسیار کم است. فلو دایرکشن هوریزونتال، جریان آب به داخل چا میتونه حالت افقی بشه، یعنی بیش از حالت افقی جریان آب میتونه به حالت، چون این میل بسیار کم است پس میتونه حالت جریان حالت افقی داشته باشه. تقریبا میشه گفت که میل سطح آبهای زیرزمینی و میل که نظر به هایدرولیک گریدینت به وجود میاد بسیار کم است، یعنی در حدی که میشه گفت ما هم مساوی هست، یعنی به شکل این میل سطح آب چا با این میل که بی قسمت داره تقریبا میشه گفت این دو تا میل از اینا با هم مساوی هست، چون زیاد افت در سطح آب چا در استیدی به وجود نمیه. اکویفر یا طبقه آبدی که ما مطالعه میکنیم در این حالت ایزوتراپیک است، از عین مواد ساخته شده، هیموجینی است از مخلوط متجانس که میگیم، یعنی تمام مخلوط یکسان هست و انفینیت اکستنت هست و گسترش از این ساحه که ما آب میگیریم تعریف نشده است، یعنی میتونه انلیمیتد باشه، فاصله بسیار زیاده همی حالت اکویفر ادامه پیدا کنه. will fully penetrating the aquifer، و چایی که ما در تحت مطالعه قرار دادیم کاملا در بین لایه طبقه آبده یا اکویفر نفوذ پیدا کرده باشه، یعنی قسما نفوذ پیدا نکرده باشه، پس میتونه که این طبقه به نام steady state condition یاد باشه. برای از اینکه جریان ها بیشتر گفته میتونه جریانات حالت افقی داشته باشه، یعنی به شکل جریان پیدا میکنه. حالا اگر ما بیایم به دو حالت چک کنیم، یک برای حالتی که ویل کنفایند باشه، یعنی چایی که در لایه کنفایند نفوذ پیدا کرده باشه، میبینیم یعنی لایه کنفایند هست، چاهای هوفر شده که مرفته از این جاها آب گرفته، یعنی چای اصلی هست که عمق آب چا به اندازه HW یا HVL نامیده میشه که وقت پمپ روشن میشه به این عمق افت میکنه، ثابت باقی میمونه و ما دو تا چاهای برای آزمایش هم در فاصله های از مرکز از این چا تا مرکز جا با آریانگ، یعنی به شعای آریانگ، و از مرکز از این چا تا به این فاصله به شعای آردو، ما دو تا چاهای آزمایشی اینا رو هم در لایه کنفاین اکویفر ما نفوذ دادیم و آخرین موقعیت لایه اکویفر میبینن که نفوذ پیدا کردن، فولی پنتریتید، یعنی کاملا بین لایه اکویفر اکویفر کنفاین نفوذ پیدا کرده. وقتی ما پمپ داخل از این چا روشن میکنه، سطح آب افت میکنه میه تا لیول HW، یعنی ارتفاعی که آب داره در خود چای اصلی، بعدن همی تحت یک میل میتونه با یک شعاع بسیار زیاده یا با یک دایره تاثیر داشته باشه. پس وقت در مقدار آب که در این چاه استفاده میشه بتونه رو چاهای آزمایشی تاثیر گذار باشه، ما میایم همو عمق تغییری که در چاهای آزمایشی وجود میه محاسبه میکنیم. مثلا عمقی که باقی مونده آب در چای اولی H1 هست، عمقی که باقی مونده آب در چای دومی H2 هست، ای S1 عمق افت آب یا درادان در چای اولی هست و S2 میتونه بگیم درادان یا افت آب در چای دومی هست. ما میتونه مقدار Q یا مقدار جریانی که در چای اولی هست نظر به R1, R2, H1 و H2 از این فرمول محاسبه کنیم. این فرمول شما در هایدرولوژی هم خوندیم. پس میتونیم منفی 2 پای RBKDH بر DR، یعنی تغییرات در ارتفاع نظر به تغییرات در فاصله، کابی قسمت ذریب نفوذ به زیری از B طبقه آبده، عمق طبقه آبده هست بی قسمت، R میتونه شعا باشه، فاصله باشه، دو پای هم خود ثابت هست. پس ما اگر بی قسمت ساده بسازیم میتونیم به جای خود بی ما تی نام بگذاریم، یعنی خود
بی عمق به تی نشان بدیم، پس میتونه دی اچ بر دی آر بی قسمت محاسبه بشه که کا هم باید بی قسمت باشه نیامده. دی اچ بر دی آر را ما میتونیم برای کنفاین اکویفر کم ساده تر بسازیم فرموله، پس میتونه بگیم دو پای ضرب تی ضرب در اچ منفی اچ دبلیو بر لن آر بر آر دبلیو. اگر شما خواسته باشیم این برای چاه اولی اگر خواسته باشیم برای چاه اولی و چاه اصلی که آب کشیده میشه از اون نظر به این محاسبه کنیم، اینجا میتونه بگیم اچ یک منفی اچ دبلیو، میتونه بگیم آر یک منفی آر دبلیو که آر چاه هست، یعنی دو در دو آر هست نیش که قطر هست. اگر بین از این دو چاه محاسبه کنه میتونه به شکل فرمول بنویسیم، اگر بین از این دو چاه محاسبه کنه باز فرمول فرق میکنه، اچ دو منفی اچ یک میشه، یعنی به شکل ما میتونیم اگر بین چاه اصلی و چاه اولی محاسبه کرده میتونه بگیم اچ منفی اچ دبلیو بر آر بر آر دبلیو، در صورت که یک چاه آزمایشی باشه که ارتفاع دو اچ باشه، اگر دو چاه بود با اچ یک میشه. بین اچ یک ما محاسبه کنیم یا اچ دو فرق نمیکنه، اچ یک یا اچ دو فاصله میدیم. اگر ما به این قسمت فاصله باشیم تیر پیدا کنیم، پس میتونیم به این قسمت ما کیور داشته باشیم و از این معادله تیر پیدا کنیم. یعنی شما میتونیم برای هر کدام از این معلوم ها که در این فرموله که اجزای از این فرمول که معلوم یا مجهول باشه، یا میتونه نظر به این فرمول کاملا اونا رو محاسبه کنیم. پس ما آمدیم برای لایه کنفاین در این فرمول قبلی برای کنفاین محاسبه کردیم، ما این برای ان کنفاین محاسبه میکنیم، طبقه آزاد که است. یعنی ببینیم طبقه آزاد که از ایلای غیر قابل نفوذ است، به قسمت تحتانی از این طبقه اکویفر قرار داره و بالا هم سطح زمین از این به نام ان کنفاین یا طبقه آزاد یاد میکردیم. اگر باز هم ما یک چای اصلی که اچ ویل داشته باشیم و چاهای دو چای فرعی که ما به چاهای با قطر کوچک فقط به شکل آزمایشی برای پیدا کردن اون آب خفر کرده باشیم، پس میبینه وقتی که پوم روشن بشه اصلا آب میاد تا یک قسمت افت میکنه، یک افت در چای اولی ایجاد میشه، یک افت در چای دومی که H1 و H2 به وجود میاره، که یعنی عمق چای اولی عمق آب از به اندازه H1 از عمق چای آب دومی به اندازه H2 هست. اگر به قسمت منفی پای آر زد در H وی قسمت داشته باشیم، زد در KH عمق مجموعی آب سطح آب از دی اچ بردی ها تغییراتی که نظر به عمق به وجود میه، ما میتونیم فرمول ساده تر برای ازی بسازیم توسط انتیگرال گیری که بی قسمت داریم. ما میتونیم بگیم که کیو مساوی میشه به پای ضرب در کا ضرب در اچ مربع اچ دو مربع منفی اچ یک مربع بر لن آر یک بر آر دوی بر آر یک. این فرمول برای ان کنفاین کار میده و اگر ازی خواسته باشیم کار پیدا کنه، باز هم میتونیم نظر به این فرمول ای قسمت کیو ضرب در ازیل لن آر دوی بر آر یک بشه تقسیم بر پای ضرب در اچ دو مربع منفی اچ یک مربع، یعنی بی قسمت ای فرمول محاسبه بشه. یعنی شما میتونیم هم کار پیدا کنه از این معادله و هم شما میتونیم خود کیور پیدا کنیم. ای فرمول برای فرمول ان کنفاین یا طبقه آزاد هست. میم اگزمپل داریم که چی قسم برای طبقه آزاد و یا چی قسم برای طبقه های تحت فشار میتونه ما محاسبات داشته باشیم. به قسمت گفته شده از 0.5 یا 0.5 متر ویل فولی پنیتریتس ان انکنفاین اکویفر آف 30 متر دیپت. گفته شده که 0.5 متر قطر داره چایی که کاملا بین انکنفاین اکویفر نفوذ پیدا کرده و عمق اکویفر هم 30 متر هست. Two observation wells، دو چاه های آزمایشی و مشاهداتی located 30 متر and 70 متر from the pumped well have drawdown of 7 متر and 6.4 متر. دو چاه آزمایشی به فاصله R1 که 30 متر است و فاصله R2 که 70 متر است قرار داره و اینا هر کدام عمق افت آب در اینا 7 متر و 6.4 متر است respectively.
یعنی از آریک فاصله آریک که 30 متره، درادون از 7 متر، فاصله آردو که 70 متر، درادون از 6.4 متر به ترتیب. If the flow is steady، اگر جریان ثابت باشه، حالت استیدی به خود بگیره، ان کاموس 74 متر پر دی، یعنی کا ایکوال تو 74 ام پر دی، یعنی اگر ضریب نفوذ بزیری 74 متر در روز باشه، what would be the discharge، کیو چقدر است، استیمیت the drawdown at well، و شما در خود چای اصلی درادان محاسبه کنیم. ما اینجا درادان یا عمق افت آب در فاصله 30 متری و 70 متری داریم، ولی در خود چا نداریم. اول گفته دسچارج پیدا کنیم، بعد خود عمق افت آب در چای اصلی پیدا کنیم. به خاطر از این ما باید اول نظر به چای مشاهداتی اولی و چای مشاهداتی دومی بریم کیور پیدا کنیم. بعد از اینکه کیور پیدا کردیم، بیم بین چای اولی و چای اصلی یک فرمول بنویسیم، میتونه عمق افت آب چای محاسبه کنیم. حالا اگر ما عمق چای اولی که به فاصله 30 متری قرار داره پیدا کنیم، ما 30 متر عمق آب داریم در همین لایه. اگر 7 متر در چای اولی کم شده باشه، پس میتونه که عمق از این آب چقدر باشه محاسبه کنیم، یعنی میتونه 23 متر باشه. اگر وی کم کنه میتونه 23.6 متر باشه. بیم به این قسمت ببینیم. دو تا چاه هست که چای اولی 30 متر عمق آب است، عمق آب 30 متر بوده، 7 متر افت کرده در آب چاه، پس 23 متر دیگه آب داره. H2 30 متر عمق آب بوده، منفی 6.4 متر، 23.6 متر. در چای دومی 23.6 متر آب داره. چای اول 30 متر است و چای دومی 72 متر، یعنی از مرکز چای اصلی تا به فاصله که چای ابزرویشن اولی کنده شده 30 متر تا چای ابزرویشن دومی 70 متر است. ما فرمول برای انکن فاین داریم که پای ضرب در کا H2 مربع منفی H1 مربع بر لن R2 بر R1. رو از این فرمول پای قیمت ثابت داره، به جای کا 74 متر بر دی میگذاریم، به جای H1 چون این به متر است همگیم اینجا به متر داده شده، 23.6 متر کل مربع H2 است، یعنی عمق H2 منفی H1 مربع 83 مربع تقسیم بر لن R2 بر R1، لن 70 بر 30 به اینجا 71.54 متر مکعب در روز مقدار جریان آب از این چاه است، یا کیوی خود از این چاه میتونه باشه یا مقدار آب دهی از این چاه هست. حال ما اگر خواسته باشیم افت آب در چای اصلی پیدا کنیم، میایم فرمول بین چای اولی که به فاصله 30 متری یا R1 کنده شده و چای اصلی که شای از او مساوی به قطر تقسیم بر 2 است محاسبه، یعنی H1 که عمق آب چای اولی به فاصله 30 متری بود 23 متر بود و قطر چای اصلی که آب پمپ در روشن هست 0.5 متر بوده، ما اگر شعاعی پیدا کنیم 0.25 متر بشه. پس ما میتونیم از این فرمول که برای چای اولی و خود چای اصلی فرمول می‌نویسیم، H1 مربع منفی HW مربع، یعنی H4 مربع تقسیم بر لن R1 بر RW، یعنی فاصله چا و اندازه R1، یعنی چای اولی تحت مطالعه قرار میدیم و قطر چای اصلی و یم عمق آب در چای اولی مطالعه قرار میدیم و چای اصلی که W هست. پس به این فرمول ما کیور داریم 7671.56، پایر داریم، کار داریم، اینجا به این قسمت قطر چای اصلی شعای از اون 0.25 داریم، فاصله که یعنی مرکز چا تا کنار چای اصلی داریم 0.25، از مرکز چا تا چای اولی داریم 30 متر است، R1 و RW رو هم داریم. فقط چیزی که ما به این قسمت نداریم عمق آب، افت آب در چای، بخشیم عمق آب در چای اصلی هست که پوم روشن هست. پس ما به این قسمت ایر مجهول قرار میدیم، معلومات ها داریم، در صورتی که مجهول پیدا کنه 19.26 متر بشه.
یعنی فعلا در چاهی که پمپ روشن شده 19 شا 26 متر آب وجود داره. اگر نگاه کنیم که وقتی که اول پمپ روشن نبوده چقدر، تا زمانی که پمپ روشن شده و به لیول 19.26 متر ثابت مونده چقدر افت در آب وجود آمده که درادون پیدا کنیم، در خود همین طبقه اکویفر 30 متر آب داره، 19.26 متر فعلا در چاه آب داره، پس 10.74 متر سطح آب در چاه اصلی که پمپ روشن است سطح آب افت کرده، یعنی 10.74 متر نظر به لیول اصلی تا به لیول که فعلا سطح آب حالت استدیر به خود گرفته سطح آب افت کرده. یه اگزمپل بعدی رو به قسمت میبینیم، این اگزمپل ببینیم که برای انکنفاین داده شده برای کنفاین. اگزمپل قبلی برای انکنفاین بود، این برای کنفاین لایر داده شده. گفته شده design a tube well for the following data، یک چاه برمیر دیزاین کنیم برای از یه اطلاعاتی که در ذیل داده شده. yield required 0.1 متر مکعب بر ثانیه، یعنی مقدار آبدهی مورد نیاز از این چاه 0.1 متر مکعب بر ثانیه است، یعنی مقدار کیو هست، متر مکعب بر واحد ثانیه مقدار کیو دسچارج هست، یعنی مقدار دسچارج لازم هست برای این چاه. thickness of confined aquifer، ضخامت طبقه confined طبقه آبده confined 25 متره. radius of confined aquifer 250 متر، یعنی شعاع تأثیر از این تا به آخرین موقعیتی که میتونه رو چاها تأثیر گذار باشه 250 متر است. permeability coefficient یا ضریب نفوذ پذیری که عبارت از کاه هست 70 متر در روز است. drawdown at the well یعنی افت آب در چاه اصلی 6 متر است. ببینیم ای تا آخر رادیوسی که تاثیر میگذاره ها میتونه تا به موقعیت باشه که مثلا از چاه اصلی تا اون موقعیت آخر 250 متر، یعنی فاصله ای که ما چاه بعدی چک کردیم 250 متر، در اون میتونه لیول 0 باشه ولی در این چاه اصلی 6 متر است. پس دلتا اچ یا تفاوت ارتفاع بین سطح آب فعلی آب چاه و موقعیتی که سطح آب میتونه کاهش پیدا کنه تا به فاصله آره شعاع تأثیر میتونه 250 متر باشه. اگر ما بیایم به این فرمول ببینیم، این فرمول برای کنفاین هست، برای طبقه آبده کنفاین این فرمول به قسمت محاسبه میکنن. پس در این حالت دو پای بی ضرب در کا اچ منفی اچ دبلیو بر آر من آره بر لن آره بر آره دبلیو، ما بی قسمت کیور داریم، دو پای هم ثابت هست، بی عمق طبقه آبدر داریم 25 متر است، کار داریم بی قسمت ضریب نفوذ پذیری است که 70 متر در روز به ما داده شده. اچ منفی اچ دبلیو یعنی اچ ارتفاعی که در 250 متری است صفر است، چون تا 250 متری تاثیر داره که اونجا صفر شده. H NF HW یعنی در کل تغییر در عمق آب چا که ما HW منفی H اصلی که در 250 متری قرار داره به اندازه 6 متر، یعنی عمق آب 6 متر ارتفاع تفاوت داره، آخرین صفر گرفته و اینم 6 متر، پس H منفی HW به اندازه 6 متر هست. پس ما اگر چار دیزاین کنیم ما RW رو نداریم، R 250 متری داریم، برای RW که گفته به ما چای برمیر دیزاین کنیم می آر دبلیو رو پیدا کنیم، چیزی که در این سوال مجهول هست. رو از این معادله وقتی ما قیمت بزنیم کیو 0.1 متر مکعب بر ثانیه داریم، دو پای ضرب در 25 که خود تکنیس هست، ضرب در کا که 70 متر در روز هست، به خاطر که ما اینجا متر مکعب بر واحد ثانیه داریم، این متر در روز رو میتونیم به قسمت روز تبدیل کنیم به سیکند که تقریبا 86400 سیکند در روز میتونه که یک روز سیکند میتونه یک روز باشه. تغییر در افت عمق آب چاه هم 6 متر است، فاصله که ما مطالعه کردیم تا 250 متری ولی شعاع خود چاه مجهول است که شعاع چاه از این قسمت ما میتونیم 0.12 به دست بیاریم که 12 سانتی متر میتونه باشه، که قطر چاه که هدف از
اصلی ما هست 24 سانتی متر که میتونه 25، پس میتونه که قطر چاه اصلی 25 سانتی متر باشه که بتونه آبدهی 0.1 متر مکعب بر ثانیه با توجه به همه اطلاعاتی که برای ما داده شده به دست بیاره. Transient or any steady state condition. در وضعیتی که سطح آب در آب‌های زیرزمینی در چاه‌ها ثابت نباشه به نام unsteady یاد می‌گن. فرضیه‌هایی که ما برای unsteady داریم چی هست؟ اکویفر از جنس هموجینیاس یا مواد از ذوب مخلوطی یکسان داره، ایزوتروپیک است، عین مواد هست، یونیفرم تکنس ضخامت از او یک نواخت هست و مساحتی که توسعه پیدا کرده می اکویفر تعریف نشده بی نهایت هست. پس این چیزی که به قسمت گفته شده تقریبا مشابه با استیدی هست. دوم میبینیم قبل از پمپ، یعنی قبل از اینکه پمپ روشن بشه، سطح آب با سطح آب چاه با سطح خود آبهای زیرزمینی یکسان هست. این در آبهای در استیدی هم چک می شود، این چیز بود. این فرضیه ما میتونه با فرضیه استیدی یک باشه. چاه ها کاملا بین لایه نفوذ پیدا کرده باشه، این با استیدی تقریبا مشابه است. این فرضیه ما جریان به داخل چاه حالت افقی داره، ذخیره از ذخیره شدن داخل چاه ما صرف نظر میکنه، یعنی مقدار آب که میه و داخل چاه همین مقدار آب پس کشیده بشه، ذخیره ما ذخیره نمیتونه به چاه بشه، مقدار آب که نفوذ پیدا میکنه با مساوی قرار میده با مقدار آب که کشیده بشه. تنها چیزی که در ای اسمشن ها میتونه نظر به استیدی متفاوت باشه اینه که سطح ذخیره خود چاه instantaneous یعنی لحظه‌ای میتونه declining hit داشته باشه، یعنی سطح از او افت داشته باشه، کاهش داشته باشه. این به نام خود unsteady یاد میکنه، چون ثابت باقی نمیمونه. در استیدی که بود سطح آب ثابت باقی میمون، چون یک مقدار آب وقتی میکشیدین این میامد سطح آب کاهش پیدا میکرد، کاهش پیدا میکرد به یک لیول استاد میشد، یعنی به یک لیول به حالت تعادل قرار میگرفت در حالت استیدی. ولی در unsteady همون حالت تعادل ما نداره، لحظه به لحظه کاهش در سطح آب داره، این سطح آب به یک لیول ثابت باقی نمیمانه. پس به واسطه به نام unsteady state یاد میکنه. Well construction، خود چاه ها چه قسم ساخته میشن؟ یعنی وقتی ما خواسته باشیم یک چاه بسازیم، ساخت و ساز یک چاه پیش ببریم، یا ما خواسته باشیم یک چاه اعمار کنیم، وابسته به کدام فاکتور است؟ The flow rate، یعنی مقدار جریان از او، چقدر جریان لازم داره که ما یک چاه میخواییم اوفر کنیم. باید اول کیو مشخص باشه که نظر به قطر از او ما بفهمیم که با چه قطر میتونه ما همین چاه آبدهی به اندازه ریت مناسب از او داشته باشیم. Depth of ground water، یعنی عمق آب‌های زیرزمینی چقدر هست، یعنی به چند متری ما میتونیم با آب‌های زیرزمینی برسیم. این هم میتونه رو مصارف ما تاثیرگذار باشه که ما بفهمیم که چند متر عمق از این چاه باید به قسمت حفر کنیم. جیولوژی کاندیشن، یعنی از نگاه جیولوژی وضعیت آب زیرزمینی چه حالت داره، صخره وجود داره، جغل وجود داره، طبقات آبده و غیر قابل آبده به چه شکل وجود داره. این هم میتونه جزء اطلاعات باشه که ما به خاطر ساخت و ساز یا اعمار خود چاه ها در نظر بگیریم. کیسینگ متریالز، مواد کیسینگی که ما انتخاب میکنیم چنین مواد هست، اجنس پلاستیک، اجنس استیل میخواییم انتخاب کنیم، پی وی سی باشه، کدام نوع کیسینگ میخواییم انتخاب کنیم، کانکریتی باشه، هر نوع کیسینگی که ما انتخاب میکنیم میتونه رو ساخت و ساز چاه ها برای ما تاثیرگذار باشه. و اکانومیکس فاکتور، اکانومیک فاکتورز یا عوامل اقتصادی از این چه شکل هست، یعنی ما از نگاه اقتصادی
کدام شکل از این میتونه برای ما به صرفه باشه از نگاه مواد انتخاب مواد کیسینگ از و از نگاه جیولوژیکی که با ببینید در این ساحه کاملا صخره است بعد برمه استفاده کنه ساحه که صخره نباشه باز میشه توسط چاهای کوبه‌ای استفاده کنیم یعنی میتونه شکل‌های مختلف از او فر باشه و از نگاه ساخت و ساز هم ما شل و اندیپ فیل کنستراکشن داریم چاهای کم عمق داریم و چاهای عمیق داریم به قسمت که میتونه که ما چاهای کم عمق که هست معمولا در لایه انکنفایند کنده میشه ولی چاهای عمیق که هست معمولا میتونه که از چندین لایه کنفاین و انکنفاین عبور کنه و میزان آبدهی از اونا متفاوت باشه و عمق از اونا میتونه که زیاد باشه. این بخشای هست که در ساخت و ساز و یا در حفر خود چاه ها بر ما کمک میکنه و میتونیم این اطلاعات کاملا محاسبه کنیم و از نگاه اقتصادی کدام نوع چاه ها میتونه به صرفه باشه و کار کنه. انواع خود چاه ها داریم یکی به نام دگویل یا چاه هایی که سطح از او باز هست یا چاه های کم عمق بر از اونو گفته میشن که یعنی چاه هایی که توسط دست کنده میشه معمولا توسط دست کنده میشه و صورت عمودی چاه کنده میشه قطر از اونو بیشتر از نیم متر است که بخاطر که یک نفر بتونه راحتی داخل چاه پایین بشه و کندن کاری انجام بده عمق از اینا بیشتر کمتر از 15 متری هست در این قسمت گفته شده کمتر از 15 متر چون کود هندی است در افغانستان ما بیشتر از 15 متر هم چاهای دستی داریم و کیسینگ ها از اینا میتونه که پخته کاری بشه یعنی به شکل کانکریت یا خشتکاری ساخته بشه یعنی رنگ های کانکریتی میتونه بر از اینا بدیم یا توسط خشتکاری ها ما این چاه ها بسازیم. شکل های مختلف از این چاه ها وجود داره یعنی چاهای اوپن ویل یا دگ ویل هست که ما شما در ساحات زراعتی و در ساحات رهایشی همه قسم چاهار در افغانستان داریم و این چاهای عمیق ما به شما میگیم چاهایی که در برای زراعت در زمین های زراعتی کنده میشه و این هم چاهای دستی هست چاهای کوچکی که کنده میشه. این بود لکچر دومه لکچر چهارم چپتر سوم. انشالله انواع بعدی چهار در لکچر بعدی مطالعه میکنیم. موفق باشید.